میزان سرمایه قفل شده یا TVL چیست؟ اگر از جمله افرادی هستید که به دنبال سرمایه گذاری و فعالیت در جامعه ارزهای دیجیتال هستند، مخصوصاً اون دسته از پروژه های جامعه کریپتوکارنسی که در حوزه دیفای فعالیت دارند، با احتمال بسیار زیادی تا به امروز حداقل یک بار با اصطلاحی به نام TVL برخورد داشتید. TVL از جمله معیارهایی که به جهت بررسی وضعیت یک پروژه، مخصوصاً پروژه های حوزه دیفای به کار میره. امروز در این ویدیو قصد داریم با هم دیگه به بررسی میزان سرمایه قفل شده یا همون معیار TVL بپردازیم. سلام، به چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده ویدیو ما هستید. سابسکرایب چنل یادتون نره و واسه اینکه از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید، رو اون زنگوله کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید، بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسمون میفرستید. خب، بریم سراغ ویدیوی امروز. TVL اختصاری یافته عبارت Total Value Locked به معنای سرمایه کل قفل شده است. برای محاسبه این معیار در هر پروژه تعداد توکن های سرمایه گذاری شده در اون پروژه رو در ارزش هر توکن ضرب می کنن. این معیار رو به منظور سنجیدن اعتبار یک پروژه استفاده می کنن. قطعاً به هر میزان که سرمایه های قفل شده در یک پروژه بیشتر باشن، اقبال عمومی و اعتبار اون هم بیشتر خواهد بود. پس TVL کل سرمایه‌ایه که در یک پروژه برای مدتی مشخص سرمایه گذاری شده و کلمه قفل شده را هم میشه به معنی این که فرد سرمایه گذار تنها در زمانهایی که از قبل معین شده میتونه اقدام به برداشت سرمایه خودش کنه در نظر گرفت. با اندکی بررسی راجع به پروژه هایی که فعالیتشون در زمینه دیفای و اپلیکیشن های غیر متمرکز یا دی اپ ها هست، متوجه خواهید شد که اکثریت این پروژه ها تا چه میزان به دنبال دیده شدن توتال ولیو لاکت پروژه هاشون هستن. از جمله دلایل مهم بودن این معیار برای پلتفرم ها و پروژه های حوزه دیفای در درجه اول اینه که قدرت پروژه و اعتماد عمومی مردم و سرمایه گذاران به پروژهشون رو به جامعه کریپتوکارنسی و سایر علاقه‌مندان این حوزه نشون میدن. همچنین این معیار میتونه نشون دهنده ارزش بازار یک پروژه دیفای نسبت به ارزش کل بازار رمز ارزها باشه. از سوی تحلیلگران، معیار TVL اساسی ترین ابزار برای ارزیابی کردن پروژه های دیفای معرفی شده. پس اگه قصد سرمایه گذاری بر روی پروژه های فعال در حوزه دیفای رو دارید، باید به این معیار توجه لازم رو داشته باشید. معیار دیگه‌ای هم به عنوان همراه و یار کمکی TVL وجود داره که کمک کننده به سرمایه گذاری بهتر و سودآورتره. این معیار TVL رشیو یا نسبت TVL نام داره. TVL رشیو رو با تقسیم کردن ارزش کل بازار یا همون مارکت کپ پروژه بر TVL همون پروژه به دست میارن. در صورتی که مقدار به دست اومده زیر عدد یک باشه، نشون دهنده و بیانگر اشباع فروش یا به اصطلاح اورسولد بودن اون پروژه است. و دقیقاً نقطه مقابل این موضوع برای پروژه هایی با نسبت TVL بالای یک وجود داره. شما به منظور مطلع شدن از TVL هر پروژه میتونید به وبسایت defipulse.com مراجعه کنید. جالبه بدونید که برخی تحلیلگران مخالف سنجیدن پروژه ها به وسیله TVL هستند. از اوایل ژانویه تا می سال 2021، یعنی برای بازه زمانی حدوداً 5 ماه، مقدار TVL اکوسیستم دیفای از حدود 21 میلیارد دلار به نزدیک 158 میلیارد دلار رسیده. TVL بیانگر میزان اعتماد عموم به یک پروژه است و همونطور که میدونید، اعتماد عموم مردم به یک اکوسیستم میتونه باعث این بشه که حجم‌های عظیمی از سرمایه به سمت اون اکوسیستم روانه و جاری بشه. به گفته یه تحلیلگران،
TVL از جمله پارامترهای فاندامنتالی بسیار مهمه و توصیه میشه که در روند سرمایه‌گذاری هاتون به بررسی این معیار بپردازید. حالا میخوایم نظر شما رو بدونیم. نظر شما راجع به TVL چیه؟ آیا تجربه به کار بردن اون رو در تحلیل‌های خودتون دارید؟ فکر میکنید معیار TVL رو میشه معیار مناسبی برای ارزیابی پروژه ها دونست؟ نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و به دوستاتون معرفیش کنید. ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.